پرسید پدر از فرزند تو در هنر کجایی؟ با شعر ناب و فرهنگ چند فرسخ آشنایی؟ گفت تا ختم شاهنامه چند بیت بیشتر نمونده. پدر چطور مدیری هملتو از برخونده؟ نوزم دیالوگای هملتو حفظی؟ من کل هملتو حفظم، کل کتاب هملت رو، همه کاراکترها رو از اول تا آخر. اینقدر علاقه دارین به شکسپیر و نمایش دوهای هملت؟ اصلا شکسپیر رو که چی کارش کنه آدم اصلا، مگه میشه؟ جامعه لب گشود و به قنچه اعتراض کرد. در باب پند و اندرز اینطور سخن آغاز کرد: در خوندن شاهنامه مثل فراستی باش، تهی بودن ملال نیست، دنبال فرصتی باش. گلوی سیاوش به خنجر برید، گردی زره چون زمانش رسید. به وقت شو با لبخند، نخونده شو کتاب باز. قورباغه ها اخیراً شدن سفیر پرواز. جامعه در ادامه رفت سمت خودشناسی، پرسید هنر را امروز چگونه می شناسی؟ فرزند با یک تأمل رسید به هیچ و خالی. گفت که هنر با اندوه رفته از این حوالی. جامعه گفت فرزندم چقدر تو ناسپاسی، به سطح من نگاه کن، بگو که قدر نشناسی. گفت ما قلمدارانی مانند ژوله داریم، در پشت روی صحنه هزار کوتوله داریم. طبل باش اگرچه خالی، الگوی دلبری باش، لومپنتر از جناب امیر جعفری باش. من اگر مثلا رئیس جمهور می شدم، آقا بین بین الله می کردم، می گفتم ای بابا، آقا برادر من چرا با بیکار باشی؟ بگو به اون برسیم، مملکت دستمه، آقا چرا می شدیم قضاوت؟ من نمی دونم واقعا. یا مثلا طرف میگه پسر فلان وزیر بن سوار میشه، بابا پسر فلان وزیر بعد وقتی کشیده بابا پدرش در اومده زحمت کشیده، چرا سوار نشه؟ چرا سوار نشه؟ بابای تو هم زحمت میکشی، بیخوابی میکشید، همه این کارا میشه، مثلا ماشین خوب سوار میشدی. که الان من این حرفا رو میزنم، شب بیا این پخش بشه، بیا تو اینستاگرامم، شما هنرمندا که پول بیت المال آقا زحمت کشیدن. دروغ را از استاد زیبا کلام بیاموز، پشت نقابی زیبا زشت باش، وقیح و مرموز. با واژه تناقض سنگین و سرسری شو، روسر بانو افشار همیشه روسری شو. به وقت رأی با صندوق فیروز نادری باش، رو ریتم راک آواز عباس قادری باش. نزار کتاب تاریخ موضوع گفتگوشه، نزار کتاب تاریخ موضوع گفتگوشه. حامی بی هنر باش، بذار اون قصه گوشه. نه سیخ سوخته باش و نه چنجه بر اجاق گاز. پرستویی مثال است، اسطوره‌ای وسط باز. نمیدونم، میدونم برام خیلی گرون تمام میشه، یعنی که دارم میزنم، ولی اصلا برام مهم نیست. من اون چیزی که میبینم و میفهمم و میگم به زبون میارم. من به اعتقاد من اصلا سردار سلیمانی رو زمین نیست، یعنی وجود میخواد، در واقع جرأت میخواد، شهامت میخواد، اینکه شما از همه چیز بگذرید. یعنی اون کسانی که در واقع نفی میکنن یه شخصیت بزرگی مثل ایشون رو، به نظر من حتی یک ثانیه در کنار ایشون نمیتونن قرار بگیرن در مثلا اعمالی که انجام میدن یا مسیری که دارن یا هدفی که دارن. وجود میخواد.
بگو که دور ایران دیوار پینک فلویدی، اشک‌های یک هنربند برای جورج فلویدی. حرفای مفت و مضحک پرسود و رایگان است. الگوی خوب در اینجا افسانه بایگان است. بر نمیاد واقعا. جدی میگی؟ بعد یکی از دوستان عزیز ما حرف جالبی میزد، میگفتش که ها بیاین که این چرخه رو بشکنیم، نگیم کرونا، این الف عمودیه، رو به صعود داره. خیلی حرفش جالب بود. آره. و بگیم کروناز زه مثل سرسره بیاد پایین. میاد پایین در این حالی که اصلا چیز نازی نیست و خیلی هم منحوسه، ولیکن ما با این لفظ هم یه موج امید و شیرینی توش داره، هم سر پایین میشه. چه تحلیل جالب. ته این کلام رو بگیم، این یکی از چیزایی که باز دقیقا ما رو از فرکانس منفی و سرد اون خارج میکنه. به طرز وحشتناکی آنالیزتون یه جوری علمی بود که من الان قوزک پام درد گرفت قشنگ، یعنی یه جاییش داشتم فکر میکنم از طول مدت. آن نوجوان حرفهای جامعه را پسندید، به ابتذال چشمک زد، به ریش دانش خندید. جامعه گفت فرزندم درود بر استعدادت، سپاس از این وفا و پیروی از بنیادت. احسنت به تو که اکنون درس مرا آموختی، امروز به حق خودت را به پیکر من دوختی. بپوش لباس روز را رخت بدن نمایی، بگو که شعر ناب بهار رهنمایی. بگو اگر هدایت از این فضا بیزار بود، قلم در دست صابر یک دلغک بیدار بود. با کم شدن از مفهوم فرزند گریخت، آزاد شد، جامعه هم لبخند زد، از این سقوط دلشاد شد. تأکید کرد همیشه تقلب نان و آب است، در اجتماع کچها هر راه راست سراب است. من از خدا میخواهم غم تو را نبینم، با دست کج انشالله کامیاب تو را ببینم. دعای من همیشه ازت جدا نباشه، اگه دلت بلرزه میخوام دنیا نباشه. گفت قندکم این مردم 80 میلیون به تابوت، فرخ نژاد قشنگ گفت فدای خم ابروت. نمیخوام خم به ابروش بیفته. 1,400,000 تا جمعیت ایران 80 میلیون، 80 میلیونشو من ترجیحم اینه که در واقع برام مهم نیست اگر زمانی خم به ابروی بچم بیاد. 80 میلیونشو من ترجیحم اینه که در واقع برام مهم نیست اگر زمانی خم به ابروی بچم بیاد. میدونی؟ فرومایه فراوان، فرصت همیشه محدود، چقدر به این ترانه میشد آویخت و افزود. پایان رسید این قصه، طاووس الاغ ما بود، به چشم این اهالی کلاغ چه خوش سیما بود. خلق این نوع ترانه نبود توی سرشتم، برای ثبت در تاریخ این قطعه رو نوشتم.